این ویدیویی که قراره ببینید مال یک روز خیلی ابری و بارونی ونکووره و من بدون سانسور یک روزم رو با شما در میون گذاشتم. نخواستم اصلا هیچ برنامه‌ای بذارم که اینو بپوشم، این آرایشو بکنم. کاملا بدون سانسور این فیلم گرفته شده و یک روزم رو راحت و تمیمی با شما در میون گذاشتم. حالا نمیدونم شما خوشتون بیاد از نظر بصری چقدر جذاب باشه. به نظر من این درست بود که اینجوری این ویدیو گرفته بشه. اگرم تصمیمی برای گرفتن یک ماه یا حالا یه سری ویدیو پشت سر هم باشه، من دوست دارم که این شکلی باشه. حالا بریم دیارو ببینیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. واقعیتش من وقت خیلی طولانی بود که داشتم فکر میکردم که یک ماه هر روز ویدیو بگیرم، ولی خب این جسارت هیچ وقت خودم نداشتم. میتونم نمیتونم، آیا وقتم به این کفاف میکنه؟ خواهرم خیلی تشویقم میکرد که این کارو بکنم. نمیدونم مهشید رو میشناسید یا نه، خیلی از اینستاگرام میشناسنش. من دوست یوتیوبیم باهاش، ولی خب بعدها رفتم اینستاگرامش هم تعقیب کردم، خیلی هم دوستش دارم. اون شروع کرد باهاش که در میون گذاشتم، گفتش که چرا شروع کن تو هم، و یکم به هم انرژی داد. و خب یه سنجشیه، خودم رو یه سنجشی میکنم، بعضی کارا رو جلوی دوربین آدم معذب میشه و سعی میکنه حتما، چون قول داده به یه دهی که اصلا نمیشناسدشون، سعی میکنه که انجام بده. این میگفتم از دوشنبه شروع میکنم، بعدش میگفتم که بذار تعطیلیم برسه شروع کنم و اینا. امروز گفتم اگه الان شروع کردی که کردی، و الا این هم اینجوری میره عقب. میخواستم که زودتر، یعنی صبح زود شروع کنم این ویدیو رو، و تا الان چی کارا کردم. امروز روز تعطیل منه، خواستم زودتر پاشم که باشگاه هم برم که این کار نتونستم بکنم. حالا اگه وقتی بمونه برام تو خونه ورزش هم میکنم. از صبح که پاشدم با مامانم و خواهرم صحبت کردم، یه چند تا کار اداری داشتیم انجام دادم، یه کار پوستی با خودم کردم، از این رولا هستن که سوزن روشونه، بذار این نشونتون بدم. با اینا پوستمو چیز کردم، اینجوری سوزن میزنی، بعد حالا هر چیزی که زدی رو جذب پوستت میکنه. چه نوری اینجوری شد. خب اون انجام دادم، بعد پوستمو چیز کردم با همینا، با سر بزرگترش موهامو درمالوک کردم، بعد برنج پختم با آبش، پوست سرم رو چیز کردم و مامو بافتم که یکم بعد برم حمام. بعد خونه رو تمیز کردم. امروز میخوام براتون یه دونه ویدیو آنچه بر من گذشت درست کنم که توی ساعتهای آتی این کار رو انجام میدم، و الان یه قهوه درست کردم اونو بخورم و بقیه کارامونو با هم انجام میدیم. و یه ویدیو دیگه هم امروز قراره براتون درست کنم که توی این ویدیو میخوام اونو بذارم، یعنی یه ویدیو جدا نمیخوام بکنمش. و اینکه گفتم همین جوری که دارم ویدیوی یوتیوب مهشید رو نگاه میکنم، که حتما توصیه میکنم شما هم این ویدیوهای بلاگ های روزانه‌اش رو ببینید، گفتم بشم ناخونامم درست کنم، شلاک میکنم. اگه ویدیو شلاک منو با سمانه ندیدید، این ویدیو میذارم برین ببینینش. قهوه همو دارم میخورم و این ویدیو رو نگاه میکنم، بعد ناخونامو درست کنم. اینی بگیره ما پاشو دیگه الان تو رو دارم. Reason number 15 to join Canada's Lifeline. Donating cord blood won't affect... میرم بذار در بیارم. لباسا رو انداختم، جارو کشیدم، ناخونامو درست کردم، صورتم ماسک گذاشتم، ایمیلامو زدم، غذا موند. ویدیو رو نمیتونم بکشم، هوا خیلی بارونیه. اینم ناقص کردم. اوکی، دقیقا جلوی خونه کاشتمش تو باغچه، امیدوارم که حالش خوب شه. اینش هم گوشتم اینجا که حالا یکی خواستش که مثلا حساب کنه ببینه که چه جوری باید نگرش داره بعد ما بتونه پیداش کنه. امیدوارم حالش زود خوب شه، حالا در جریان میذارم اتون. یه چیزی هست که واقعا من چون آب و هوام عوض شده، اصلا این موهام و پوستم، یعنی یه چیز وحشتناک شده، یعنی دیگه هر کاری از دستم برمیاد دارم انجام میدم که یکم بهتر بشه. یکم بعد میخوام غذا درست کنم. به نظر من اول میگفتم که برم ویدیومو بگیرم تو هوای آزاد، چون هوا گرفته است تو خونه فکر نکنم خوب در بیاد.
ولی فکر کنم الان اول بهتره که غذا رو درست کنم، بعدش اگه بتونم ویدیو رو امروز بگیرم خیلی خوب میشه. تو برنامه‌ام نوشتم، امیدوارم که بتونم. بریم پس غذامون رو درست کنیم. توی این ویدیو من یه سری غذا درست میکنم که الان قرار ویدیوهاش رو ببینید. فقط خواستم یک چیز کوچیک در مورد این مدل غذا درست کردن با هاتون به اشتراک بذارم. اونم اینه که به این مدل غذا درست کردن میل پرپ میگن. میل که همون غذا یا وعده غذاییه، پرپ مخفف شده پروسس آف پلانینگ اند پرپیرینگ، یعنی اون زمانی که شما برنامه ریزی میکنید، حالا تعداد روز و غذا پلان بندی میکنید و بعدش هم درستش میکنید. این کی به وجود اومد؟ به خاطر زندگی و مشغله شدید و فعالیت طولانی مدت انسان‌ها، دیدن که دیگه به نوع غذا خوردنشون توجهی ندارن و پول خیلی زیادی برای غذا میره، ولی بدن هر روز فرسوده تر و بدتر میشه بدنشون، و تصمیم گرفتن یه روشی درست کنن که هم کنترل جیبشون و هم کنترل سلامتشون دست خودشون باشه. خب هر روز اگه بخوایم بریم بیرون غذا بخوریم، به غیر از این که پولمون میره، حالا اون بحثو جدا بذاریم، ما نمیدونیم توی پشت پرده چه اتفاقایی میفته، چقدر اون سبزیجات قشنگ شسته میشه یا چقدر اون گوشت خوب پخته میشه. حالا روزهای خاص به کنار، ولی این اگه تبدیل بشه به روتین زندگی، اتفاقای بعدی میتونه برای بدنمون بیفته. این مدل غذا درست کردن یه چیز خیلی خوبی داره، شما میتونید رژیم خاصی دارید اون رو کاملا راحت وارد زندگیتون کنید. اگه حساسیت هایی به غذاهای خاص دارید، یا اینکه ورزشکار هستید، یا اینکه میخواین وزنتون کم بشه، خیلی راحت میتونید کنترل چربی، کربوهیدرات، سبزیجات، حبوبات توی غذا رو در هفته دستتون بگیرید، و این خیلی راحته با این مدل غذا درست کردن. حالا این مدل چجوریه؟ شما نگاه میکنین ببینین چند روز در هفته بیرون باید غذا بخورین، حالا سر کارین یا دانشجوین هر چیزی هستین، برای اون چند روز یک پلان درست میکنید، اونو قشنگ برنامه ریزی میکنید، چه غذاهایی میخوام بخورم، چقدر میخوام بخورم و چقدر انرژی لازم دارم هر روز، نسبت به اون همه چیز رو وارد غذاهاتون میکنید. مثلا سبزیجات حتما، مثلا هر روز یه مقدار سبزیجات میذارید، گوشتای مختلف میذارید یا حبوبات میذارید، و برای 5 روز غذا درست میکنید. حد اکثر 5 روز باشه، چون که بیشتر از اون غذا تو یخچال بمونه خودتون میدونید که اصلا برای سلامتی اونم خوب نیستش. من خودم 4 یا 5 روزه درست میکنم، چون بعدش دوباره یه تعطیلی دارم و غذای بعدی رو درست میکنم. اون روز شاید خسته بشید، ولی روزهای دیگه اصلا احتیاج به آشپزی ندارید. چیزی که الان توی این مدل غذا درست کردن مهمه، ظرفیه که شما غذاتون رو با خودتون میبرید. یکی این که باید سبک باشه و غذا پس نده، یعنی درش کاملا کیپ بشه، چون داخل کیفتون میذارید، حالا سوار مترو میشید، میرید، میاید و اون باید سلامت بمونه. دوم این که این ظرف بتونه وارد ماشین ظرفشویی بشه و شسته بشه. سوم این که باید بتونه وارد ماکروویو بشه، چون شما غذا رو میبرید میذارید حالا سر کارتون توی یخچال و بعدش باید گرمش کنید که بخورید. من خودم این ظرف هامو با قیمت خیلی خوبی از آمازون گرفتم، لینکشو براتون میذارم این پایین، روی این لینک برید چیزای دیگر هم براتون میاره. من خودم خواستم که 2 تا جا داشته باشه، که اگه خواستم 2 تا غذای مختلف باشه اینا به هم وارد نشن. میتونید اونجا نگاه کنید و شما هم ظرف مخصوص خودتون رو پیدا کنید. امیدوارم به دردتون بخوره. حالا بریم ببینیم چه جوری درست کردیم و چه چیزایی درست کردیم. ما کلا خانوادگی اصلا نسل به نسل این ادامه پیدا کرده. ما بزرگم، بعد مامانم، من و خواهرم، احتمالاً از منم ادامه پیدا کنه. هر وقت هوا بد باشه یا احساس کنیم که روحیه‌مون یکم میخواد مودمون بره پایین، میریم یه رژ میزنیم. یعنی به همدیگه هم توصیه میکنیم، مثلا یه لحظه بگیم که دلم گرفت، مامانم یا من مثلا یا مام بزرگم مثلا میگه که حالا برو یه رژ بزن، هم دل من باشه هم دل خود. الان منم رفتم یه دونه رژ زدم که هم دل من باشه هم دل شما، چون دیگه این ماسک و اینا زدم نمیشه که هی به پوستم برسم و یا مثلا چیز بزنم، خودم هم نمیخوام. البته اینم بهتون بگم، اگه کسی داره میخواد از اون درماها استفاده کنه، چون اینا یه سوراخ‌های کوچیکی توی پوست درست میکنن، حالا بعدن یه ویدیو درست میکنم، البته ویدیو هم سمانه درست کرده بود، میتونم لینکشو بذارم برین از ویدیو سمانه ببینین، من اونقدر تخصص ندارم، ولی این یه چیزه، یه سوزنای ریز ریزیه
به پوست میگن که باید خودتو ترمیم کنی، زخم شدی، و این باعث میشه که کلاژن تولید کنه پوست و شروع کنه اونو ترمیم کنه. فقط اگه از این استفاده میکنین حتما باید ضد آفتاب بزنید، حتی اگه جلوی آفتاب نیستید، حتی اگه توی خونه هستید، چون خیلی زودتر تبدیل به چیز میتونه بشه پوستتون، مثلا لک تولید کنه. حالا مدین ابرو رو درست کنین، نذارین چشمتون خراب بشه. به خاطر همین یکم پیشم زده بودم ضد آفتاب، الانم زدم، گفتم بهتون گفته باشم. الان این پایین خب گوشت و با سبزیجات گذاشتم، بروکلی و گل کلم، روش هم چیز گذاشتم، سبزیجات مثل هویج و ذرت و نخود فرنگی که با بخار این بپزن این پایین. بعد اینجا مرغ و پیاز رو گذاشتم که کنار این میخوام سیب زمینی هم بذارم. اینجا هم این پخ بچم و کباب گذاشتم با لوبیا سبز، فعلا اینا رو بپزن. بعد لوبیا قرمزمونم گذاشتم آب بخوره که اینو بپزم. اینو قبلا پخته بودم، گذاشتم تو فریزر، فکر می‌کردم دارم ولی الان دیدم که ندارم، مجبور شدم که الان بپزم. نمیدونم این وارد غذا میتونم بکنمش یا نه، این خیلی پروتئینش زیاده. اونم به جای برنج، چون یه وعده برنج قبلا پختم، اونو میخوام وارد این غذا بکنم. اینم کوسکوس میگن یا کینووا، یه همچین چیزیه. بزن عکسش نشون بدم، اینجوری میتونیم وارد غذاهاتون بکنیم، با لوبیا و اینا بخورید. خب این از این کلت کو کلش بشن اینجا، خب کلشم بذارم. این مرحله بعدی که از غذا هم پخت، الان لوبیا رو میذارم، لوبیا قرمز هم بپزه چون خیلی وقت ما رو قراره بگیره. اول یکم لوبیا بذارم، این پخت کبابم لوبیای نمیدونم بمونه. تصمیمم عوض شد، اصلا به این روغن نمیزنم، همین جوریش خوشمزه است، نمکش هم کم نبود. دوباره که نگاه کردم اوکی بود. من بهش یکم سوسیس اضافه کردم، یه کوچولو اضافه کردم، ماکارونی رنگ آب پز کردم. حالا اینم غذای چاخدم، الان دونه دونه بهتون نشون میدم چی رو پختم. در اومد از حموم گل، یه قهوه هم از خودش درست کرد. دیگه همه جارو شستیم، خونه رو، لباس ها رو جارو کشیدیم. این که اومدم بهتون بگم که این سیزن جدیدش اومده ایتیپیکل و جذابترم شده به خاطر اینکه این پسره رشته نقاشی رو انتخاب کرد که دیگه برای من جذابتر شد این سریال. قبلا در موردش توی پیشنهاد فیلم و کتاب و سریال بهتون گفته بودم، گفتم نگاه کنید اگه دوست دارید. بچه‌ها یه سوال دارم، نتفلیکس های کشور مختلف چجوری میشه مثلا یکیش یه فیلمو میگیره یکیش نمیگیره؟ بهتون گفته بودم که آن شرلی رو دوباره سری جدیدشو دارم میبینم. نتفلیکس ترکیه سیزن 3 آورده و آن شرلی فیلمیه که توی کانادا اتفاق افتاده، توی کانادا درستش کردن، نتفلیکس کانادا نیاورده. آیا جام خیس شده به خاطر ما هم خیسه؟ نه، آیا آپدیت مخصوصی داره؟ من دوست دارم سیزن 3 ببینم. اگه در این مورد اطلاعی دارید میشه به هم بگید. خب اینم غذای 4 ماست. ماکارونی ها ریختم اینجا، یکم روش پودر سیر با شوید زدم، روی سوسیس ها هم کنجد زدم. خب این یه غذامون، این یه غذامون، همشون آب پزن، براکولی، گل کلم و مرغ آب پزه با لوبیا قرمزم پخت، کنار کینوایی که پخته بودم گذاشتم. این یکی سینه مرغه که با زردچوبه و پیاز پختمش، باز اینم آب پزه. اینا هم که بخار پز بودن، هویج و ذرت و نخود فرنگی. و غذای 4 برنج بود، روش سماق ریختم، کباب تاوهی بود باز روش سماق ریختم با لوبیا سبز که همه اینا رو هم آب پز کردم توی ویدیو دیدید. این غذای 4 منه. الان خنک شدن درشون، خنک خنکم نه زیاد، چون زیاد بذارید بیرون بمونه شروع میکنه به تولید میکروب، به خاطر همون درشون رو میذارم، فقط داغی در بدنن اوکیه، میذارم توی یخچال و توی 4 اینا رو باید تموم کنیم. میبینین
همه ظرف ها رو شستم. درست خیلی ظرف تولید میشه توی این پیوه غذا درست کردم، ولی به نظر من ارزشش رو داره. برای امشب شامم درست کردم، یه شام راحت. خب بعد از اینکه با شما صحبت کردم رفتم، نمیدونم چی به عقلم رسید، گفتم دسکتاپم رو مرتب کنم. زدم این برنامه ادیت ویدیومو پاک کردم، خلاصه تو مصیبتی گیر کردم. الان 2 ساعت از اون لحظه میگذره، من تازه تونستم اینو دوباره از اول نصب کنم و بتونم بشینم ادیت کنم. احتمالا یکم دیگه همسرم بیاد و دیگه شام بخوریم و من بعدش بشینم ویدیو ادیت کنم، ولی گفتم باهاتون خداحافظی کنم همینجا. صبحم یه سردرد شدید دارم زیر چشام، هم به خاطر اون گوده، نمیدونم چیه، مثلا الان این اتفاق پیش اومد. درسته یکم حواس پرتی خودم بود، ولی خب دیگه بار از اول مجبورم این برنامه رو دانلود کنم و نصب کنم و از اینجور چیزا. خلاصه اگه من این ویدیو رو شیر کردم، پس شما دارین میبینید و دارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مورد این که هر روز ویدیو بذارم شما هم مثبت نگاه میکنین، برای من کامنت بذارید، هم بگید براتون جذاب میتونه باشه یا نه. کار سختیه، ولی یه چند تا آدم هستن که وقتی بیکارم مثلا نگاه میکنم زندگیشون رو، اونا هر روز میذارم، مثلا یکیشون 3 تا بچه داره که یکیش هم تازه به دنیا اومده. خب اگه اون میتونه، درست اون همش خونه است، ولی خب 3 تا بچه خیلی سخته. اگه اون میتونه، خب منم میتونم سعی کنم فقط 1 ماه بذارم. اون حالا مثلا چندین ساله داره این کارو میکنه. فعلا از اولیش که این باشه معلوم میشه که اصلا میتونم ویلاگ بذارم یا نه. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. نظرهاتون رو از من دریغ نکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.